فصل تابستون اگه یه کسی دچار تب، علائم آبریزش بینی، بدن درد بشه، نباید فکر کنه که آها من سرما خوردم. سرماخوردگی وسط تابستون الان خیلی مرسوم نیست. اگر هر کسی این علائم عفونت تنفسی رو پیدا کرد، بذاره به حساب اینکه کرونا است، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خب اگر این ببین این علائم میتونه به نفع کرونا باشه: تب، خستگی، بدن درد، سردرد، بی اشتهایی، اسهال، تهوع. از بی اشتهایی خیلی مسئله جدی، گاهی اوقات علائم گوارشی انقدر جدی میشه که آدم اصلا باور نمیکنه که این کرونا، آدم فکر میکنه کرونا یه بیماری به اصطلاح تنفسیه. یا دست دادن حس بویایی، حس چشایی. هر کس که این علائم پیدا کرد، اگه تنگی نفس و به اصطلاح سختی در نفس کشیدن داره، این خب قاعدتا باید مراجعه بود. اما اگه نه، فقط یه علائم خفیف بود، این خیلی اصلا شاید لازم نباشه حتما بدوه بره سی تی اسکن بکنه، حتما بره آزمایش بده، به یه اطبای مراجعه کنه. همکارای ما باید وقتی که این مریضا میرن، خلاصه نکنن اینا سرما خوردن، و بعد حواسشون باشه افرادی که زمینه دارن، سن بالا دارن، دیابت دارن، اینا رو حسابشون رو جدا کنن با افراد جوان و سالم. و این افراد در واقع خیلی از باشون ممکنه خیلی از اینا تو خونه بمونن و در واقع یه درمان حمایتی خودشون، یه استامینوفنی بخورن، یه مسکنی بخورن، خوب میشن. اصلا لازم نیست ما متأسفانه